سلام. ممنونیم از نگاه پرمهرتون، از استقبال بی‌نظیر و کامنت‌های دلگرم کنندتون. همین ابتدای برنامه لازم چند نکته رو عرض کنم. نکته اول این که چیدمانه قدم اول از یک مسیر طولانی رو برداشته. پس به حمایت‌های بیش از پیش شما برای بهتر دیده شدن قطعاً نیاز داره. نکته دوم، چیدمانه هیچ گونه الگو برداری از برنامه‌های داخلی و خارجی نداره. پس با پیشنهادات شما در صفحه مجازی برنامه روز به روز به سمت بهتر شدن قدم برمی‌داریم. نکته سوم، قرعه کشی جوایز چیدمانه. ما در پایان وقت مقرر شده شرکت در مسابقه هر قسمت، یعنی 48 ساعت قبل از پخش قسمت جدید، به صورت نرم افزاری قرعه کشی می‌کنیم و شما در ابتدای قسمت جدید نحوه قرعه کشی و نتایج اون رو می‌بینید تا از صحت و سقم اون اطمینان حاصل کنید. این رو هم اضافه کنم که چیدمانه فقط یک شوی نمایشی در قالب مسابقه است که شما از دیدنش لذت ببرید. هرچند تلاش می‌کنیم تأثیر مثبتی در نگاه شما به چیدمانه منزلتون هم داشته باشیم. چیدمانه یعنی تغییر، چیدمانه یعنی تنوع برای بهتر دیده شدن. پس بریم سراغ قرعه کشی چیدمانه. اولین برنده بن تخفیف 20 میل قسمت بعد باشید. خب قسمت یک رو دیدین که چه اتفاقات و چالش هایی رو شرکت کننده هامون یوسف تیموری و مریم مؤمن پشت سر گذاشتن و هفت خان رستم رو طی کردن و چقدر کنار همدیگه خندیدیم، ترسیدیم، هیجان رو تجربه کردیم، لبخند زدیم و لذت بردیم. داورهای محترم و شما بینندگان گرامی هم به شرکت کننده های عزیزمون امتیاز دهید که امتیاز کسب شده در برنامه 370 و میانگین جمع امتیازات ارسالی شما مخاطبین عزیزمون 675 که جمعاً میشه 1045 امتیاز. فعلا خداحافظی میکنیم با یوسف تیموری و مریم مؤمن تا ببینیم قسمت جدید چه کسانی همتیمی میشن و این قسمت قراره چه اتفاقاتی بیفته. میزبان برنامه لیلا اوتادی. سلام، من لیلا اوتادی هستم و اینجا چیدمان است. ما در هر قسمت دوتا مهمون عزیز داریم و کلی چالش جالب که مهمترین این چالش ها چیدمان خانه خامیه که در خدمت این عزیزان قرار میدیم. اونها چالش ها رو بازی میکنن، امتیاز کسب میکنن و از شوروم ما خرید میکنن و چیدمان رو انجام میدن. و اما چیدمانه برای شما بیننده های توی خونه هم چالش ها و جوایز خاصی در نظر گرفته که علاوه بر 3 عدد کالای لوازم خانگی در هر قسمت، در انتها به کسانی که بیشترین پیامک صحیح رو در جواب سوالات ما به سامانه 90989 ارسال کرده باشن و در قرعه کشی نهاییمون برنده بشن، 2 عدد آپارتمان تعلق میگیره. عزیزان امیدوارم شرکت بکنید، در هر قسمت پیامک صحیح رو ارسال بکنید و برنده شما باشید. خب بریم ببینیم مهمان های این قسمت رو درست حد زدیم یا نه. با ما باشید.
قرعه کشی قسمت اول رو ملاحظه فرمودید و البته شما نمیتونستید تو شرکت بکنید. مسابقه شما از امروز و از این قسمت آغاز میشه. حواستو جمع بکنید. کدام یک از هنرمندان قرار انتخاب بشن؟ قرعه کشی این بخش رو و این قسمت رو من اجازه خواستم از جناب آقای طایفه و دوستان عزیزم که دو نفر رو خودم انتخاب بکنم. حالا ببینیم حدس شما درست بوده یا نه. دو خواهر و برادر عزیز از یک خانواده هنرمند ایرانی، بله درسته، البته حدس الانتون مهم نیست، حدس قبلتون درست بوده، کمند و سپند امیر سلیمانی، دو خواهر برادر از خانواده بزرگ امیر سلیمانی، فرزندان هنرمند عزیز کشورمون، پیشکسوت هنر بازیگری که با هم در این قسمت، یعنی قسمت دوم رقابت خواهند کرد، یعنی در کنار هم قرار خواهند گرفت و چهار چالش رو پشت سر می‌گذارن. ببینیم، تماشا بکنیم و لذت ببریم. حدس قسمت بعدی یادتون نره. سپن خیلی مهربونه، خیلی بامزه است و بانمک. بامزه خانواده ما سپنده در واقع که همیشه با تیکه و حرفاش فضامونو شاد میکنه. من کمندو خیلی دوست میدارم، به عنوان خواهر خیلی دوست دارم، به عنوان هنرمند خیلی دوست دارم، به عنوان بازیگر خیلی دوست دارم، به عنوان یک خانم خانه‌دار خیلی دوست دارم. میتونه همه اینا رو کنار هم داشته باشه. ما خیلی با هم رابطه خوبی داریم. من یه جاهایی بیشتر اوقات احساس میکنم تبدیل میشم به مامان سپند. احساس میکنم باید مواظب سپند باشم، حواشو داشته باشم، ازش دفاع کنم. من همچنان توی خیابون زندگی میکنم، کف خیابون زندگی میکنم و به نظرم با مردم یک علاقه و احترام دو طرفه تا امروز داشتم، خدا را شکر. سلام، خیلی خوش اومدین. خانم آقای امیر سلیمانی، بفرمایید. بفرمایید. خیلی خیلی خوش اومدین به چیدمانه. امیدوارم که مسابقات رو انجام بدین، چالش‌های مختلف و امتیازات خوبی کسب بکنید. ما در چیدمانه بخش‌های مختلفی داریم که ازش امتیاز کسب می‌کنید و می‌تونید چیدمان خونه‌تون رو با لوازمی که ما داریم انجام بدید. بعد داوری میشید، حالا توسط داورهای عزیزمون، بیننده های تو خونه، و البته ما به شما 500 امتیاز میدیم که ذخیره اینو دارید، هر وقت که احساس کردید لازمه میتونید ازش استفاده بکنید. و البته باید تلاش بکنید بیشترین امتیاز رو ذخیره نگه دارید. ذخیره کنیم چی میشه؟ برنده میشه. برنده نمیشه همین 500 تا رو بدین بریم؟ ما راضی. 500 تا چیزی بهتون نمیدم. اشکال نداره، همون در حد یه در قابلمه هم اگه باشه من راضی هم. باور کن. چرا اینم زحمت بکشیم؟ در قابلمه بزنیم ما میریم. وقتتون رو نگیریم دیگه. آقا برنامه رو بذارید بسازیم. باشه. بیشتر اومدیم نمیذاریم حرف بزنیم. نه نه بیشتر اومدیم یه روز خوب و کنار هم باشیم دیگه. خب بذارید باشیم و در در قابلمه خواهش میکنم چیز نکنید دیگه، مسابقه رو انجام بدیم بعد در قابلمه هم میریم. صمد سلیمان زاده، یکی از سازندگان قدر پروژه‌های ساختمونی که برخلاف ظاهر سختگیرش خیلی با شرکت کننده ها مهربونه. فقط وقتی که از انتخابای شرکت کننده ها خوشش نیاد، امتیاز گرفتن ازش میتونه خیلی سخت باشه. سروناز شریفی، مهندس معمار با تجربه که توی کارش خیلی جدیه. شرکت کننده ها باید حواسشون جمع باشه که بتونن با انتخاباشون نظر خانم مهندس رو جلب کنه. بهار زیا، یه طراح داخلی کاربلد که همیشه یه لبخند روی لبش داره. توی داوری هم خیلی نکته بینه و به جزئیات بیشتر توجه. خب با داوری عزیزمون آشنا شدیم، بریم سلام علیکی بکنیم و ادامه برنامه. سلام عرض میکنم به سپند عزیز، به کمند خانم عزیز. خیلی خوش اومدید به برنامه چیدمانه. براتون آرزوی موفقیت میکنم. متشکرم. سلام عزیزم. سلام، خوش اومدید. منم سلام عرض میکنم به این دو هنرمند عزیزم. امیدوارم یکی اونور قربونم بره که من گفتم چاکرم. خیلی خوب، من قربون شما برم. خوبه. خب بریم وله اولین بازیمونو ببینیم و برگردیم پر انرژی اولین چالش شروع کنیم. موافقین؟ چالش بافتنی. این بار شرکت کننده هامون باید با کلمات داستان ببافن. توی این چالش 500 امتیازی مجری برنامه یک کلمه رو اعلام میکنه.
و مهمونای برنامه با توجه به معنی اون کلمه داستانی رو شروع میکنن و تا شنیدن کلمه دوم اون رو ادامه میدن. با ورود کلمه دوم داستان رو به سمت و سوی کلمه جدید میبرن و همینطور ادامه میدن تا کلمات به پایان برسه و داستانشون رو به سرانجام برسه. خب بریم سراغ چالش بافتنی. از میون این سه تا جعبه یکیشو انتخاب میفرمایید. کلمات مشخص میشه، 6 کلمه هست. باید با خلاقیت و اطلاعات که از اون کلمه دارید جمله سازی بفرمایید و 500 امتیاز کسب بکنید. بریم. تقریبا من فکرم بافتنی باید ببافیم. اونم میتونیم خدمتتون بیارم. یعنی جمله های بی‌معنی و همینجور هر چی به دهنمون خیلی هم بی ربط نباشه، ولی حالا به هم مرتبطش باید بکنید. در سختیش تو اینه دیگه. بریم شروع کنیم. آره به نظرم بریم شروع کنیم. چه خبره؟ ما اصلا با موزیک تخصصم با موزیک شعر بافتن. نه نه اشتباه شده، تکون داشتم نبود اصلا. لیلا لیلا شما رو میگه لیلا لیلا دیگه واقعا شما رو داری میگه داره داد میزن. به نظرم که لیلا جون برو در باز کن. در باز کن. من باز کنم چون عصبانی. شیفون بردن خودشون. عاشقم اومد و با مترو از را بعدم میخونن ها چه تغییری هم بدن سپاس گرازم از حسن توجه شما لیلا بانوی عزیز و مهمانان عزیزتر از جان. ممنون که گوش جان سپردید به آهنگ ما. اجازه میخوام چند لحظه وقت ارزشمند و شریف شما را بستانم. با اجازه. آفرین. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. سلام به شما مهمانان عزیز، کمند خانم و سپند دوست داشتنی. خوشحالم که برادر دیگتون سمند نیاوردید. نه 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 ماشین نمونه. آب ببخشید سورن و اینام که گرون شده. چقدر گرون شده. خوشحالم که در خدمت شما هستم. چند وقت وقتتون رو میگیرم، ببخشید. واقعا ممنونم بانو از اینکه این وقت رو به من ممنون دادید. ممنون از شما استاد، خیلی عالی بود. علاقه وافر شما به شعر و شعور و شعرا که پی بردم، این شد که گفتم تمنا بکنم اگه اجازه بدید. او برای ایشون سروده بله بودی؟ بله. خانم اگه یه کسی برای من یه همچین کاری میکرد من قطعا واش عروسی میشدم. واقعا امیری، واقعا عزیزی، دم شما گرم. خواهش. اینه که به جهت علاقه وافر شما به شعر و شعور و شعرا گفتم اگر رخصت بدید این برنامه جنجالی رو تا انتها با هم پایا پای
پیش ببریم. منظورتون این سری برنامه‌های ما؟ بله بله بله. یعنی مسابقه اصلا تعطیل؟ نه نه. ما بریم پس شما برنامه شروع کنید. نه نه. اصلا شاعر اینجا میگه سر از کمند بتابم اگر تو لیلایی. رخ از سپند بتابم اگر تو اوتادی. چطور بود همین الان؟ عالی بود. همین که تابیدی به نظرم. قربون شما. اجازه بدیم من یک دهن دیگه بخونم رفتم. ما زیاد تایم نداریم. اگر نگران نباشید. من بستم کارو. میگه دل من سرگشته یک. البته اون میگه این یه چیز دیگه است، دستگاه دیگه است اصلا. الان شما نگاه کن چه کارهایی میکنه. این دلبری رو یک کم کمترش نمیکنه. اصلا شادش رو اگه شما بیای شاید به نظر بیاد. بخ بخ ریتمو بگیر پس. کلن برنامه عوض شد. میگه که اگه میار نباشی خیلی رو استاد استاد این اصلا جزوه چیزا اخراجمون میکنن جفتو بده. اینو نه یه چیز دیگه بیار. پس اجازه بدید من رفع زحمت بکنم. خیلی ممنون میشم اگه بذارید. فقط خوشحال میشم. متشکرم. من نمیدونم این خانم‌ها چه مشکلی با بنده دارن. حسودن. من فقط حسود. حسودن. کاملا ممنونم. استاد ما زمان زمان من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه. زمان من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه. خب من زیاد مصده اوقاتتون نمیشم، فقط به جهت علاقه فراوان شما به شعر و شعور و شعرا اینه که مقصود توی کعبه و برنامه بهانه. این شعره هم خودتون گفتین همه رو؟ بله بله، برنامه وسط شما گفت. خیلی متشکر استاد، اگر اجازه بدید ما ادامه برنامه رو ضبط کنیم. ازدواج رو داری خراب میکنی به نظرم. زودتر من یک کلاس باید خدمت شما خواهش میکنم خراجه بکنم. بنده برم که اون سپریز و خدمتون عرضه بدارم. خوشحال میشیم. بنده بکنم. دوستت دارم و دعانم که تو ای دشمن جعانم. از چه با دشمن جعانم شده ام دوست ندا آنم نور. ببخشید یه حلقه نقره ای اسم تو روش جا نشد بنویسم. میخوام بیایی دستت او وقتی میایی صدای پاد از همه جاده ها میاد. چقدم عصبانی داری میای. بله بازم که توی دوست داری باز واسم ناس کنی؟ نه فکر کردی با این وز بچه پاستوریزم اومدم خواستگاری کردم خیلی قشنگ و شیک. این مسخره بازی ها چیه؟ میری آواز سنتی میخونی اروپایی خواستگاری میکنی زمین فوتبال مگه؟ شما هم دیدی چقدر با کلاس بود واسه زمین فوتبال هم الان تا اونی فوتبالیست دوست دارید نه؟ آره لیره جون مشکلی پیش اومده؟ نه دارن میرن. نه من رفتم. آبرومو جلو مهمونم برد. بحث لیلا جان آبرویه که من اصلا نبین اصلا. برو برو چقدر اینجا جات خالیه. من چه شب جنجالیه. خدا نگهدار دوستم. خدا حافظ. خدا حافظ. بیا بازم. دوستت دارم. بکرم. من واقعا معذرت میخوام. خواهش میکنم. کجا بودیم بریم ادامه چالش بافتنی؟ بله. انتخاب بفرمایید یکی از این جعبه ها رو. شماره یک، دو یا سه؟ خب ما چون یه خواهریم یه برادر همون یک رو انتخاب میکنیم. مبارکه. ببینید چی میشه. بریم ببینیم چی هستش. کلماتتون از کدوم شروع کنم؟ خواهر یا برادر؟ من عدد رو گفتم میخوای جمله سازی کنم. از همین الان تایمتون شروع شد. هنگ درام. وقتی که داری هنگ درام مینوازی خیلی حال خوبی داری و به نظرم صداهای مختلفی اکسیجن. از اکسیژن و صداهای مختلف میاد. اگه داری هنگ درام میزنی تغییری در فضای اتاق ایجاد شدی عدد ما ماست که اکسیژن از بالا سرت میاد که میتونی زای آتیش هنگ درام میزنی اینو میذاری اینجا بعد همینجوری بگی زایعات شوفاژ آهنالات خریداری اینم بزنی نفسم بکشی ویو ابدی. آره بعد اینو که میزنی بگی که آقا زایعات چیز ویو ابدی رو نگاه کن. اوه 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 آتش نشان. الو الو آتش نشانی. بله بله اوه اوه آتش گرفته. دو ویو ابدی دارم میبینم.
و اینا رو که دارم میگم همون بهتر که مثل یه آبستره محو شم، هیچ صورتی ازم در طبیعت دیده نشه. بازم ادامه داره؟ نه تموم شد. خیلی متشکرم. بذار به نظرم بی‌مزه بود. گاو شاخدار. داشتم تو مزرعه راه میرفتم، یه گاوی به سرعت اومد طرفم، دیدم شاخ داره، گفتم گاو شاخدار، من دیگه تا حالا ندیده بودم. رمان عاشقانه داشت بهم حمله میکرد که یهو با محبت اومد طرفم، گفتم این چه سوژه خوبیه برای یه رمان عاشقانه، خوبه این داستانو شروع کنم به نوشتن. پاپیولار، چون فکر میکنم این قصه غیر واقعیه میتونه خیلی پاپیولار باشه و خیلی فروش بالایی داشته باشه این کتاب. و حد زدم که بلافاصله بعد از چاپ این کتاب تو ویکی‌پدیا، فضای مجازی، همه جا راجبش صحبت میشه. سلطان جنگل، برای که قصه جذاب‌تر بشه از شیر سلطان جنگل هم استفاده میکنیم که گاو شاخدار از من بگذره و بره به سمت سلطان جنگل و یه پایان عاشقانه‌ای داشته باشه. برای پایان داستانم تصمیم گرفتم یه مونوپاد بیارم و یه سلفی سه نفره از خودم و گاو شاخدار و سلطان جنگل بگیرم. چرا گاو شاخدار رو گفتی من نشون دادی؟ گفتی گاو شاخدار میاد رد شه. چرا من نشون من واقعا لذت تو تو راه گاو شاخدار قرار داشتی. بعدم گفتی اصلا گاو شاخدار تو حالا ندیده بودم. چه گاوی دیده بودی؟ نمیشدن آقای سپرد. من واقعا تعجب میکنم. بله نویسنده واقعی ها. چرت و پرتا رو من مینوشتم واقعی ها رو. این گاوی که تو داستان منه گاو تک شاخه. با گاو شاخدار فرق میکرد. حالا شما کتابو بخرین بخونین دیگه بیشتر توضیح نمیدن. نوشتن کتابو هستن. کتابو بخرین بخون. خیلی هم عالی به نظرم که فکر کنی امتیاز مناسبی این قسمت داورا بهمون بدن. اونا هم ندن من بگم بشه. کمان خوبه بهتر بود. منم موافقم. قبول دارم. مشخصه که کار داستان نویسی رو مستقیم سخت بود. خب مجموع امتیازاتی که داوران عزیز به این دو هنرمند تقدیم کردن، به این خواهر برادر، 400 امتیاز از 500 امتیاز بوده که ایشالله که درست بوده. خب به نظر امتیاز خوبی کسب کردیم. بله. بریم برای خرید. ولی همینم الان با من دو تا در قابلمه بدین من حاضرم. آقا به کم قانع نشو، جوایزم خوبه. اصلا فقط دو تا در قابلمه ندارم. من اومدم مسابقه نصف این چیزا رو جمع کنم ببرم. دو تا در قابلمه من میدم. حسابم فرق داره. دو تا در قابلمه. من دو تا در قابلمه رو تو میدم، تو دیگه به چیزی کاری نداشته. انتخابا رو بفرمایید. رنگ کاغذ دیواریا هست، شماره 1، شماره 2 و کالیته رنگی شماره 3. من یکو که اصلا آره من که اصلا رنگ جیغما نیستم. من سلیقه‌ام تو کنم، ما آخه سلیقه‌مون به هم شبیه هست. سه فکر میکنم از نوع لباس پوشیدن معلومه. رنگ‌های خونسا و شیک. ببین بره. ما رنگ سه رو انتخاب میکنیم. حالا اگه سپن موافق باشه اون تک رنگ بالا رو که یه ذره توش آبی داره بذاریم برای اتاق خواب اگه میشه. دو تا رنگ پایین که با... تو موافقی؟ دو تا رنگ پایین که یه خود هارمونیشون با هم بیشتره برای سالن. حالا طبیعتاً اون رنگ تک تیره رو فضای کمتری باشه، رنگ روشن فضای بیشتری رو. خیلی عالی، شماره 3 رو انتخاب کردن. بریم برای انتخاب پارکه. شماره 1، 2 و 3. در اصل باید 3 رو انتخاب کنیم ولی من بنا به دلایل 1 رو انتخاب میکنم. شماره 1 رو انتخاب کردم. بریم برای انتخاب کابینه. من 1 رو ترجیح میدم. 2 یه خورده میترسم شلوغ کنه. به خاطر اون یه چیزی بهش میگم ممبران. بله. به خاطر اون طرح ممبران فکر میکنم 1 ساده تره. با مدلایی که انتخاب کردیم به نظرم مدل 1 بیشتر هارمونی بیشتر. خیلی عالی. اجازه بدین از برادر سوال از برادر سنجه متادی کلا چون شما میرین بعدن من میمونم و سپر. من با شما حل. شما سوالی از من نداری؟ کدوم باشه آقای سپند؟ صحبتی ندارم. نظری نداشتی؟ ببین چه قرار کردم. خب شماره 1 آقا اعلام بکنم یا نه؟ بله بله بله. شماره 1 رو انتخاب کردم. خب ما الان 500 امتیاز فکر کنم لازم داشتیم برای خرید اینا. بله 400 تاشو که گرفتین از ذخیرتون میتونین استفاده بکنین و دارید فعلا. نگران نباشید. داره بارون به شیشه میزنه، هوا درست هوای لندنه، تمام زندگی من موزنه که من به باد داد و رفت. خیلی خوب، میریم برای چالش ویار.
شماره 1، 2 و 3 رو. VR؟ بله، VR. آها، VR. ببینیم از شانستون کدوم بازی برای شما اومده. کی باید بازی کنه این مرحله؟ دیگه به توافق باید برسید. شماره 1، 2 و 3. تو بازی کن به نظرم تو هم انتخاب. دو میانه رو انتخاب میکنه. شماره 2 رو انتخاب کرد. بریم ببینیم شانستون چی میگه. چالش VR یا واقعیت مجازی. توی این چالش 300 امتیازی مهمونه برنامه بر اساس انتخاب شانسی جعبه های بازی با زدن اینک سه‌بعدی به چشمشون وارد بازی میشه و باید به تناسب هر بازی امتیازات لازم رو کسب کنن و بازی رو به پایان برسونن. توی این بخش شانس توی سختی یا سادگی و همچنین هیجان و ترس بازی تأثیر مستقیم داره. خیلی خوب، میریم سراغ چالش VR. 300 امتیاز داره خانم. خودم که خیلی هیجان دارم چون بازی خیلی دوست دارم، فقط باید با همگروهیم یه مشورت کنم. من گذاشتم روی قسمت هارد بازی رو برای اینکه نظرم ایزی و نرمال یه ذره هیجانش کمه. حالا اگه یه ذره اجازه اون کمتر شد سعیمو میکنم. باشه، قطعا میگیرن امتیازو. خب آماده این؟ شروع کنم؟ بله بله. شما باید آماده باشید. بفرمایید. وای، یکی رو نزدم. بزن در رفت یکی. سپن لقا تشویقم کن. تشویق؟ چیز یعنی آفری؟ آبه گفتم میزنه. دیدی؟ به خدا که الان اگه خودتون بودی فکر میکردین که تمام با بیت موسیقی هم میتونی تنظیم کنی ها. اونا رو هم بزنی درست تر میشه. نمیخواد تشویقم کن. گل میشم. گل من تشویق نمیخوام. یارو داریم بازی میکنیم. تمام که آقا بیه یارم بیاد. بیه یارم اگه بیاد خیلی خوب میشه. اوه چقدر تون شد. آفرین. آره همون دیگه، من گفتم هارد باشه که دیگه دیدم اونجوری لوس میشه. بفرما بزن. الان همجی تون تون 700 تا جعبه رو نرمال میزنی. داره امتیازاتو میگیره. قر چرا میزنی سفن؟ داره امتیاز من انداختیم اینجا خود تو بایستانی داری من حرف میزنی. خداییش خوب داره میخواد. راضی سپن؟ این کی بود؟ کی بود؟ کی بود؟ تو اومدی جای دست پای من؟ من نبا با اینجا. اینا چی بود؟ نه اینا رو نگفته بودی. اون چی بود؟ گرز رستم اون وسط چی کار میکنه؟ 4 ساعت میمونده. تموشت. آفرین. خانم واقعا آفرین. آره دیگه. خوب رفتم 191 از 202. نه خوب بود، عالی بود. خیلی خوب زدی. اصلا امتیازمون کم نیست. یا 500 تا رو میدین یا از اینجا جم نمیخورم. بابا 191 از 202 خیلی خوبه. یا 300 تا رو میدین یا از اینجا جم نمیخورم. ما 300 تا رو نگیریم آروم نمی ششیلیم. گیگیریم. میشه بعد از بازی من دیگه نباید کنم بنازم. یعنی همه 300 امتیاز دادی. واقعا خوب بازی کردن. به خدا پرچم خانوما رو بردن. به نظر من این مرحله رو خوب رفتن جلو. چه عجب، من البته انتظار نداشتم که آقای سلیمانی خیلی مسلط و خب 300 امتیاز برای خرید این بخش برای خانواده امیر سلیمانی. چی دمانه؟ کجا میری چی دمانه؟ با کی میری با بچه ها؟ بیا بریم چی دمانه؟ خب میریم برای انتخاب پنجره و پرده. با امتیازی که از VR کسب کردین باید نوع و رنگ پنجره هایی که دلتون خواد برای چیدمان آقای سپند خان؟ آقای سپند؟ بله گوش بدید پایستم. رنگ و نوع پنجره ها رو باید انتخاب بفرمایید. من؟ چون از اونا دارم تو خونم، تصمیمم اینه. چرا از اونا راضی نیستی؟ چرا، خب دارم دیگه. من ترجیحم این پنجره هاست به دلیل اینکه هم امکان باز شدن این شکلی داره هم اونجوری باز میشه. به نظرم خواهر برادر به توافق برسید، یکی انتخاب بکنید تا بریم برسید. نه توافقی نیست، ما اصولا یاد گرفتیم خانم ها هر چی میگم بگیم چشم. نه سپن، من همیشه با منطق من همیشه سپن رو با منطق توجیه میکنم، زور نمیگم. تمام. دیدی چقدر راحت برادرم توجیه شد؟ بریم برای انتخاب پرده. بفهمید. بریم برای انتخاب پرده.
شماره 1، 2 و 3. نه شما بفهم، پنجره رو من انتخاب کردم دیگه، روم نمیشه پردرم من انتخاب کنم. ببین سه مدل، یعنی مدلش با من سازگارتره و با چیزی که تا حالا انتخاب کردیم به نظرم. شماره 3 رو انتخاب کرد، خیلی هم عالی. بریم برای چالش اصلی که من بیشتر از همه دوست داشتم. سلام علیکم. سلام. بخوای سیب پوست بکنم یا پرتقال؟ سیب. سیب تونتر. شسته؟ پوستشو باید بکنم. اوه اوه. همه چی از یه عروسک ساده شروع شد. چند وقتیه دارم کابوسای عجیب میبینم. از بچگیم، از زمانی که دختر بچه بودم، اون موقع یادم ساعت 3 هر شب یه صداهایی میشنیدم. انگار یه چیزی سر جاش نبود، اما این چند شبه هر شب کابوسا دارن سراغم. از طریق این آیتم من اون خونه رو، کابوسامو، براتون شبیه سازی کردم. مجبور شدم شما رو بیارم اینجا تا دلیل کابوسای هر شب من رو پیدا کنید. کاری کنید از این مخمصه که توش گیر افتادم راحت بشم. به مخمصه یه چیدمانه خوش بود. تشکر میکنم. لیلا هم چه داستانایی داشت. یا خانم خوب عروسک آنابل برات آوردن. بعد دوندم اون نوره. نه. منظورش چی بود از این حرفا؟ سپند. آه. فکر میکنم ماجرا گفت از ساعت 3 نیمه شب شروع میشه. چالش اول، تنظیم زمان بر روی ساعت 3 و دسترسی به کلید کتابخانه و کشف تکه اولین بازه. به اینا زده دست نزه. با احتیاط بیارا، نمیدونیم چی بشه. زنگ زدم اینجا. نیم ساعت گذشت. بیوم؟ یه کشو باز شد، یه کشو باز شد. با. حتما باید در اتاقه رو امتحان کنیم دیگه. نه؟ از اینجا شروع کن. چالش دوم، کشف رمز صندوق کتابخانه بر اساس چیدمان کتاب‌ها برای به دست آوردن تکه دوم پازل. نه. بی تربیت. جانم عزیزم، جانم. جانم. عدد پیدا کردنیه، به اطرافتون خوب نگاه کنید. فهمیدم. وایستا. یک دو. اینو باید اینو فشار بدیم. فهمیدم. یک یا خدا. بعد و پایین پایینیش. بعدی بالایی. یک و بعد. این خب تموم میشه که الان. یک و. این دو. روشن کنی چشمون ببینه. مکن. مکن. بیا. آه. باز شد. لیلا باز شد. بله آفرین. چی؟ حالا ببین. ببین تو شنگی اجازه دی ممکنه یه چیزی باشه. این احتمالا ادامه اونه. بیا. یه دونه. آنابل ما رو دست کم نگیر. بریم اونجا. با اینم باید ببریم اسفنجو. از تخت پاک کن میتونین استفاده بکنید اینجا. فکر کنم یه سریش. ببین نه اینجا. ببین من حسم اینه یه سری پاک میشه یه سری میمونه. چالش سه، به دست آوردن رمز تلویزیون از طریق آینه و قرار دادن جاشمی ها بر روی میز و به دست آوردن تکه سوم پازل و کتابچه. امیدوارم درست. آفرین. دیدی داره میاد. سلام. خب تیوی بخش ترسیدنم خراب شده.
تی وی ال 510. بابا جلو نور وایس آخ دو این ال این ال ال این 5 او بیا 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 دهه. بیا یه چیز افتاد خب دیگه دیدیم چی شد اینا شکست جهنم فدا سر او او خانم اوتادی عکس از شما مسکیپ کنم اینجا حالا الان باید بچه به عکس دقت کنی چون توی عکسی چیزی دیده میشه آقا آها بیا ببین بیا 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 این دوتا شمدون رو باید برداریم آها این دوتا نه باید بذاریم اینجا بیا 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 بعد اون رو باید این جلو رو باز کنیم مسکه آی 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 کتاب رو ما باید بریم اونجا چالش چهار پیدا کردن تکه آخر پازل از داخل کابینت و تکمیل و جانمایی تکه پازل ها برای اجازه ورود به طبقه بسه چی بود افتاد؟ اون از اون بالا یه چیزی بهش چیدمانه؟ همین نوشه چیدمانه که سلام باش آها اینجا نور روشنه اینجا نور خاموش شد آها بیا بشه فیلم ببینه باش ببین تو فیلمو ببین من این ور میشینم تو مواظب رو به ویدیو بعد هر ساعت مو علکی یه جیغ میکشیم ولی بیا جرأت داری بیا حالا اینقدر خشونت هم نیاز نیست نه هم اینقدر خشونت نیاز ببین ببین دعا کنین تا آخر این برنامه عواملتون زخمی مخمی نشن سپن نگاه کن رفته زیر زمین عروسک رو یه جایی پیدا کردن ببین بیا بیرون خود از آفتابای خود بیا بیرون ما عوامل رو بیمه کردیم شما راحت باشیم چرا همه تون از هم میترسی؟ ای خب جیغ میزنه آره یه بود جیغ زد بیا یه شعره یه متنه نه چیه؟ پایین ببین چیه؟ نه یادا تایم بازیتون داره زیاد میشه بچه ها تایم ندارین زیاد چالش پنجم به دست آوردن شعر و حل معمای مجسمه ها برای باز شدن درب یخچال دست مجسم دست تو بود ترسیدم لیلا مجسمه ها تکون نمیخوره من واقعا نمیدونم به متن شعر باید توجه کنی آهان اینا نشستم فکر میکنم بعدش و حجمه سکوت هم خلاف این مال مثلا اینه که سکوت دیگه بیشتر از این ما از شعر چیزی دستیرمون نشد اوه تشریف ببری خواهش میکنم بپا یکی پخ پخ مکنه بهت آقا وارد بشم آقای سپن تو نقطه استارت بیست خب تو برو بذار من یه جا چشم ببینه نور میشه این لامپ آها خب وایسا برو رو اون سیاهه حالا راست یکی دیگه الان رو سفید وایسادی نه الان رو سیاه نه دیگه سه تا که رفتی اونجایی مراقب روح و اینا باش چی شدی؟ بابا این چه کاریه؟ ها اگه یه چیزیش میشد سپن چی؟ چیزیش نمیشه خانم ما حواستمون هست خانم حواستون به بخیه های من نبود بخیه هم وارفت آی مادر بیمه
مادر بخیه هام الان بیمه به چه درد من میخوره؟ بخیه هام همه ترکید. ببین الان ببین که چی بقیه پام گو یه اونجا نمیشه درب خروج. بذار بتونم پاشم. آی تو ببین از اول مسابقه گفتی من بخوابم بخوابم، حالا اینجا خوابیدم. میتونم همینو بخوابم خانم معتادی؟ بچه ها زمانتون داره تموم میشه. اشکال چی شد؟ چه میدونم اینجا چه خبره؟ چه خبره؟ عصبانی میشم. اونجا چه خبره؟ اونجا چه خبره؟ مواظب خودت باش. وای فکرم یکی داره میاد. چالش ششم، مهمانان با همکاری و استفاده از کتابچه راهنما معمای اتاق شطرنج را حل کرده و از هم جدا می شوند و در ادامه برای پیدا کردن عروسک و راه خروج با هم همکاری کرده و معماهای باقی مانده را حل. چه خبره اونجا؟ برو به کتاب خونه. کتاب خونه؟ روی قاب عکس عدد رو بخون، حفظ کن، برگرد به من بگو. وای به خدا من از اینجا بیام بیرون میدونم با شما ها. اینجا بیا وایسا. لیلا کمک کن. از روی LCD. آها دای 2019. سپن 2019. دکمه ای ریموتو بزن، برو طبقه بالا. خب قاب عکسی که روشنه حرفشو بخون، حفظ کن، برگرد. باش اگه نایمد کتب شو. من الان کفشمو در میارم دیگه میزنم. تو فقط یه جلو ببین من با تو چیکار میکنم. وایس تمام عصبانی میشم. لیلا همین لاین رو باید دارم بگم؟ آقای روح من از پله ها بخورم با این له میشم. یه دقیقه صبر کن بیا با هم دوست شیم. سپند. بله سپند. بله لاین شیر لاین LION. خدا این کارا اتاق فکر مال تینه و بچه های جوون مبونه. بچه نور رو بدید سپند ببینه. باید موبایلش رو استفاده کن. سپند موبایلش رو درار در آوردم. اینا حرف چیز حالیشون نمیشه. خب یه دونه پیشگوشتی اینا. حالا الان کجا رو باید با این واق کنم؟ تابوت رو باید پیچاش رو باز بکنم. سپند. بله روح اومد بندازش رو تابوت در روش ببن. چیکار کنم؟ بندازش رو تابوت در روش ببن. باش ما رو برای همین آورده اینجا؟ آنابل پیدا شد خدا برای همین؟ شکر. بیا بریم آنابل رو بدیم بریم. واقعا کی؟ کمه این دره رو با میکنی؟ اینو اینو بذار ببینم. بیا آنابل باش باش باش. مردشی ریخته تو ببرم آنابل. دنبال این بودی خانم؟ این نبوده کابوس میبینی، من این باشه کابوس میبینم. بپا پشت درم. نه پشت درم بپا. بفرمایید. نه خبری نیست. خب آها رسیدیم جای باصفا. به همون آتیشه که گفتم. چه قشنگ. یعنی یه چیزی اون توه الان؟ نه دیگه تموم شد دیگه. خب دیدیم خیلی هم عالی انجام دادن و خیلی نترس و پرهیجان. بریم مرحله بعد. به نظرم بعد از یه هیجان حسابی باید بریم ببینیم خرید لوازم آشپزخونه رو به چه صورت انجام میدن. بریم با هم ببینیم. من بعد از اون همه هیجانات دیگه خریدم نمیاد. این گاز به نظرم مشکی، حالا بیشتر به ترکیب اونجا میخوره. بعد فر و مکروفر رو هر دوشو بگیریم. من میگم فر بگیریم. مکروفر گرماش مصنوعیه. من خیلی برای من فرقی نمیکنه. سلامتش هم بیشتر. آره دیگه. سینک حالا خیلی بپیشیم دوتا. بریم.
بفرمایید غرفه بعد برای انتخاب لوازم برقی. به نظرم اون ور نریم، اون ور اصلا نقره‌ای، ما کلا سفید. آره دیگه، اینجا کارمون رو راحت کردن، خودشون سه تا چیدن. بعد لیلا جون اگر که یه حساب بکنی، تلویزیون هم که لازمه دیگه، از ذخیره‌مون هم میتونیم استفاده کنیم. خیلی خوب، این تلویزیون هم که برای آقای سپرد. تمام، بریم. بفرمایید غرفه بعدی نور. خب دیگه واقعا این حجم انتخاب توی یه روز برای آره من که زیاد خسته شدم. همه رو بپیچ همه رو. من دیگه لوستر رو از این زاویه انتخاب میکنم، فکر میکنم این ترکیب رنگش مناسبه. اونم شبیه اونه. خیلی با بی حالی دارید انتخاب میکنید. این و اینی که شبیه آن است. آها حالا شد. راضی بود. خیلی هم عالی. خب میریم سراغ چالشی که من خیلی دوستش دارم. سوال میکنم صادقانه و سریع جواب میدیم. چشم. اگر دوباره متولد بشی بازم بازیگر میشیم. ببین من بازیگری رو خیلی دوست دارم، چون از وقتی یادمه بازیگر بودم، ولی یه کاری کنارش میکردم، یه حرفه‌ای یا یه رشته دیگه‌ای میخوندم که یه کار دیگه‌ای بلد باشم. هر از گاهی که دوچاره فراز و فرود میشه کارمون، یه حرفه یا یه تکنیکی رو به طور حرفه‌ای و تخصصی بلد بودم، یا شاید شغل اول بازیگری شغل دوم. خیلی عالی. بدترین شایعه‌ای که آقای سپند راجع به خودش شنید. پارسال که بیمارستان بودم و حالم خیلی بد بود، خب من توی اتاق ایزوله بودم، آی سی یو، تو اتاق ایزوله بودم، موبایلم اینا هم خاموش بود. تلفن بی سیم آی سی یو رو آوردن دادن به هم، گفتن مامانتون پای خط. برداشتم گفتم بله، مامانم زد زیر گریه. حالا منم خیلی سخت میتونستم حرف بزنم. گفتم رفتم تو اینستاگرام دیدم نوشته سپند امیر سلیمانی به کما رفت. نه دیگه، این شایعه های خوبه نیست. آره اینا دیگه شوخی های بدیه. واقعا قبول دارم خیلی بده. منظورم البته شایعه به این تلخی نبود، یه ذره شیرین تر. جدیدن یه چیزی که خیلی من اذیت میکنه اینه که مثلا عکس دو نفر رو میذارن، مینویسن اینا دارن جدا میشن یا ازدواج میکنن، بعد ورق که میزنی صفحه بعد تبلیغ یه چیزی خیلی زرده دیگه. استفاده زرد. آره مثلا نوشته سپند امیر سلیمانی داشت میرفت شمال مثلا، بعد یهو اگر فکر کردی فهمید وزنش اضافه شده. آره تو را فهمید وزنش اضافه شده، به مطب دکتر فلانی مراجعه کرد. دکتر فلانی اگه واقعا درگیر شمال رفتن منی به خودم بگو، باهات همکاری میکنم. باور کن اگه فقط فکر میکنی کار کاذبید با شمال رفتن من جور میشه، من هستم. خب بریم، من چند تا اسم شما میگم، شما بفرمایید از همکارا اگر شغل دیگه ای براشون متصور بودین چه شغلی بود؟ فقط امیدوارم کسایی نباشه که ناراحت شن دستم. همین شایعه رو الان به نظرم همینجا رو انداختی. آقای امیر جعفری. وزیر شلوغکاری. واقعا؟ آره. کمند امیر سلیمانی. کمند یه شغلی داره براش متصورم که اسمش نمیدونم چیه. هر چی در زندگیش میآموزه به همه میخواد بیاموزه. معلم خوبی. معلم پرورشی. معلم پرورشی یا تو به زور میخواستن این سری چیز بهت بیاموزن؟ بله. آیه شغلی هم همیشه به من میگفتی مهندس ناظر. مهندس ناظر هم میتونه بشه، چون خیلی ما یه کاری معلم همونه دیگه. خانوادگی انجام بدیم، را میندازیم، مثلا میگم تغییر دکوراسیون، حالا چون به برنامه‌تون هم میخوره، میگیم پاشیم مدل خونه رو عوض کنیم، بعد من همش وای میستم و دستور میدم. اصلا من میگم مهندس ناظر. بله. نرگس محمدی. مادر بزرگ مهربان. همون ستایش و اینا. نه اصلا خودش. آره خودش ستایش و اینا من کاینم، خودش مادر بزرگ مهربان. لیلا اوتادی. از این معلم. چرا من بیچاره؟ چرا از اینا که مامانا میرن میگن بچه‌م یه معلم داره خوشگله، ولی اخلاق. چرا یه همین تصور بعدی از من داری؟ نه با شکر کردم، چون خوش اخلاقی تونستم این شکر رو باید بکنم. برو علکی. یکی دیگه هم میگم که میدونم باش آشناست. علی اوجی. وزیر خرسندی. من یه سوالی دارم، ببخشید. چرا آقایون همه وزیر، خانم همه معلم، داستان چیه؟ خانم ایشون که مهندس بود. نه 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 ایشون که
اصلا به من برخورد. شما چیز سردسته بلدیه به نظرم. آفر. رئیس ژاندارما. آفرین. اینو دوست دارم. اصلا وزیر دفاع و پشتیبانی. اینم دوست دارم. الان اوکی. علی چیز؟ علی بنگاه شادمانی، وزارت بنگاه شادمانی. خیلی با علی با آدم خوش میگذره. بله بله بسیار زیاد. آره. زوج خیلی دوست داشتنی خوبی هستن. ان شاءالله که دعوتشون میکنیم تشریف بیارن برنامه ما. عاشقانه ترین کاری که تو زندگیت کردی؟ وای. پسرم رو به دنیا آوردم، مادر شدم دیگه. واقعا آره خودم یه حالی شدم. واقعا فکر میکنم نمیدونم اصلا یه چیزی از حد تصور خارجه. چه عالی. این آره. چه خوب. اگر توی جزیره محبوس میشدی و میتونستی سه نفر فقط با خودت ببری، اون سه نفر کیا بودن؟ منو که نمیبرد مطمئن. چرا مهندس ناظر لازمه برات؟ خودمو. مثلا سپند 7 ساله رو، سپند مثلا 20 ساله رو، با سپند 30 ساله رو. چی کار میکردی؟ دوره هم چهار تایی کار میکردی؟ همه این مقاطعی که بهت گفتم رو دوست دارم. خب و صادقانش اینه که از یه جایی به بعد احساس کردم دیگه خسته شدم. میدونی دیگه دلم اونها رو میخواد. از چی خسته شدی؟ برامون بگو. آه چالشه همینجاست. میگه دوست دارم این مرحله رو بزنم. از همین که میگی چه شایعه ای، این که در طول زندگیت باید بجنگی با چیزایی که نیست. در طول زندگیت باید یه سری چیزایی رو جواب بدی که اصلا ایده ای راجبش نداری. در طول زندگی اصلا اتفاق نیفتاده. آره میدونی. ببین یه سری چیزا اوایل برام دردآورتر از الان بود. مثلا اینکه بابات حالا بازیگر بوده تو آمادی بود. بابا بس دیگه 30 ساله دارین این حرفو به من میزنین. واقعا خودتون خسته نشدین؟ من بابام مثلا رهبر 7 تا کشورم بود، 30 سال نمیتونست منو یه جا نگه داره. خب من سپن خیلی تو خیلی چیزای فکری و اینا با هم مشترکیم، ولی تو خیلی چیزای رفتاری اصلا خیلی از هم مدلمون شکل هم نیست. بله. مثلا من هر سال زندگی فکر کنم امسال دیگه بهترین سال زندگی منه نسبت به سال قبل. هی هم به اینا میگم درس بدم ولی فایده نداره. درسو یاد بگیر آقای سپن. ناراحت دیگه دارم میپرسه ازت دفعه بعد درس. سوالا تموم شد؟ نه مونده. اگه اجازه بدی به من میگه برو اون گوشه واسه دستاتو بده با یه پاد بالا. آقا من هم مهربونم. خانم به نظر شما بزرگترین تصور غلطی که راجع به بازیگرها وجود داره چیه؟ این خیلی سوال چالشی و چالشی از روز که دوست داریم. ببین من یه ذره سعی میکنم عامیانه تر و راحت تر راجبش صحبت کنم. کلن تصوراتی که راجب بازیگر رو دارن شاید مثلا توی کل گروه بازیگر رو به 2-3 نفر بشه یه چیزایی از این تصورات رو اطلاق کرد. اولی اینه که فکر میکنن بازیگر ها خیلی همشون ثروتمندن، توی شرایط خاص زندگی میکنن، خونهای آنچنانی دارن، ماشین، یا مثلا خیلی اوقات شده من تو حرفت تو این جمع یه دونه ثروتمند فقط داری، دو تای دیگه ثروتمند نیستن، یه نفر توهمت میزنی. مثلا من خودم از اونام که مثلا مترو سوار میشم میرم، مثلا میرم تو درمانگاه میشینم منتظر. آره بعد مثلا خیلی ها میان میگن شما اینجا چیکار میکنین، برای چی اومدین؟ ایوا مریض شدین شما؟ خیلی تعجب میکنن. یا یه چیزی که من خودم خیلی مواجه میشم، من همه میدونن کسایی که تو این سالا اگه از من مصاحبه دیده باشن و اینا میدونن من خیلی اهل آشپزی کردنم و خب چون به سلامت اهمیت میدم میرم مثلا مواد تازه میخرم، بعد همه با تعجب میگن مگه شما آشپزی هم میکنی؟ مگه خریدم میری؟ مگه خریدم میری؟ و تره بار بعد دقیقاً اینه که من همیشه یه چیزی میگم، میگم بازیگری هم یه شغلیه مثل همه شغلای دیگه. سوال من نیست ولی حالا اشکال نداره من یه چیزی بگم. ببین اصلا شما فکر کن ما بهترین امکاناتو داریم، بهترین همه چیز. آقا چی میارزه به این که توی هر اتفاقی، من هم 20 سال اخیر رو میگم، هر اتفاقی در جامعه میفته چرا ما فوش میخوریم؟ بله دیواری از چرا ما فوش میخوریم؟ بنزین گرون میشه چرا ما فوش میخوریم؟ فلانی اونجوری میشه چرا ما فوش میخوریم؟ ما نباید کار کنیم اولا. آره چرا من واقعا 20 ساله دارم فوش میخورم بابت اتفاقات اجتماعی. من یه زمانی گفتم اشکال نداره اگر فوش دادن به ما آرومتون میکنه فوش بدید. نه آخه چرا آروم باید با فوش دادن به ما آروم بشن؟ اصلا من یه چیزی میخوام بگم، چرا باید فوش بدیم؟ من اصلا این حجم بی احترامی برام ناراحت کننده میشه یه وقتایی. ما خیلی راحت میتونیم از هم انتقاد کنیم. من همیشه یه مثالی میزنم فضای مجازی رو، میگم که اینو تعمیم بدیم به اینکه سالها پیش ما میرفتیم خونه هم با هم معاشرت میکردیم و
وقتی که میخواستیم از هم جداشیم میگفتیم خیلی خوش گذشت، چقدر غذای خوشمزه‌ای بود، چقدر پذیرایی عالی داشتین. حالا همدیگر رو نمیبینیم؟ چه بسا اگر هم نبود. دقیقاً. بله. بعد میایم به هم اصلا تو کی؟ یه وقتایی مثال میزنم، میگم مثل اینی که شما بری خونه یکی داری میای بیرون بگی بوغ 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 با این پذیرایی با این نمیدونم چی، چرا خب؟ ببین من یه چیزی میگم، من یادم اونایی که میمدن سر کوچه وامی سدن زنجیر میچرخوندن و اینا رو من یادم بندگید، من سنم میخوره به اون چیزا. یه مثالی میزنم، من این صحنه رو به چش دیدم، 4-5 تا واسطه بودن عربده میزدن فوش میدادن اینا، یکیشون واسطه بود گفت ساکت ساکت زن و بچه داره رد میشه. بله. الان چرا فکر نمی کنیم اون پیجا رو زن و بچه داره میخونه؟ تاثیرگذارترین فرد زندگیت کی بوده تا حالا؟ من یه نقشی رو بازی کردم به اسم تابنده تو کلبه هم پورنگ، یه دختر بچه‌ای که امیدوارم ببینه و برای من دایرکت بده، چون من اشتباهی پاک کردم، میخواستم برم پیداش بکنم. گفت سلام، من فاطمم 3 سالمه و از پارسال از فرشته مهربون. عزیزم 3 ساله چطوری به ذهنش رسیده اینو بگه؟ گفت از پارسال از فرشته مهربون لباس عروسی خواستم، یه هفته است پیش گفتم لباس نمیخوام، تابند خوب شه. عزیزم و واقعا اینا تاثیر داره در کار. یه سری داشتیم پشت با نویسنداتون حرف میزنی، یه سوال شنیدم، حالا نمیدونم میپرسی یا نمیپرسی، که دوست داری چند سال زندگی کنی؟ بله بله. من بعد از شنیدن اون وایس اون دختر بچه و شنیدن اینکه من مادری رو که دخترش فوت کرده تونستم دلش رو شاد بکنم، واقعا همین الان حاضرم برم. یعنی احساس میکنم من رسالتی که بر دوشم بود در این جهان انجام دادم. بله و واقعا ارزشمند. آفرین عزیزم، چه صحنه قشنگی شد. شما دوست داری چند سال زندگی کنی؟ من 40 سال. منظورتون 40 سال دیگه است دیگه ایشالله. من تا وقتی که روی پای خودم باشم، زمینگیر نشم از اینکه زمانه با هم داره بد تا میکنه، قصه نخورم، خودم چاکرتم کولت میکنم. چی فکر کردی؟ یه برادر خوبی دارید دیگه. ببین اصلا یه چیزی بگم، ببخشید تو حرفت، بیمارستان من اول خدا بد کمه. یه چیزی خدمتتون بگم، و خیلی من لذت بردم از روابط شما دوتا، خیلی لذت بردم. من میتونم برم خواهرم بوس کنم؟ بله حتما، ما خیلی هم خوشحال میشیم عزیزم. چه صحنه زیبایی بچه ها، به افتخار میکنم. بزنین دیگه بابا، بابا یه دست دیگه حالا چی شد مگه؟ خدا یه سوال دیگه برای من باز پیش. بله قم و غصه ها رفت دوباره نیشم. چی تو زندگی رو مخته؟ کلا دروغ. واقعا شما دقیقا، یکی دروغ، یکی قضاوت کردن. ولی به نظرم باز دروغ بیشتره، نه حتی آدم های غریبه ها، یعنی خیلی اوقات پیش اومده مثلا خودمون در خانواده یکی یه چیزی گفته، گفتم قضاوت نکنید. تا من یه جمله از یکی از استادام یاد گرفتم، میگه که دیدی داره یاد میده. بله یه جمله رو واقعا دلم خواهد رو به دوربین بگم، بگم که یه نوری هم رفت، اگه اشکالی نداره ما ادامه بدیم. برخون متحولمون کن دیگه، الان میخوای یه داره متحولم کن. راست میگه لیلا، اصلا درگیر تحوله. با من نمیشی بابا، دارم تعریف میکنم. حتی قبل بذاری من یه نصیحت تو برنامه شما بگم، اینا که برنامه من روش نمیدن، میخوام رو به دوربین هم بگم. افراد قضاوت نکنید، از دنیا نمی روید مگر در آن شرایط قرار بگیرید. کاملا یادتون نره، از من داشته باشین یادگاری. کاملا موافقم. بریم مرحله بعد، چالش بعدی ببینیم دیگه. من کاری بلد نیستم انجام بدم، هر کاری بلد بودیم انجام دادیم دیگه، یادتون میده. گفتم رئیس نظمیه. چالش موسیقی. توی این چالش 500 امتیازی یکی از مهمونای برنامه باید نام خواننده یا آهنگی که به انتخاب خودشون از جعبه های این بخش بیرون میاد رو حدس بزن و مهمون دیگه اون ترانه رو با همراهی بند موسیقی برنامه به صورت زنده اجرا کنه. خیلی خوب، رسیدیم به بخش ترانه. چالش ترانه به این صورتی که شما باید حدس بزنید خواننده موسیقی کی هستش. آقای سپند باید بخونن و البته حفظ بودنشون هم خودش امتیاز داره.
بریم با هم انتخاب بکنیم. این مرحله چند امتیاز میتونیم بگیریم؟ کلاً 500 امتیاز کل بگیریم. آماده هستیم؟ بله. بریم بفرمایید. بله. جعبه یک، دو و سه. یک. جعبه شماره یک رو انتخاب کردم. چه ترانه ایه؟ بله راز. فکر کنم بدونم. فکر کنم. آهنگشو بشنم. برای منم آشناست. آسمون که چشم را نیست به غیر واژه غریبی، یه چیزی توی ترانه ها من فکر میکنم سپهن اصلا بتونه بخونه. آره اون خوابی که رفت استراحت کرد صدا باز شد. تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پا نمیذاره، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم جشناتون تو شادیاتون به یاد ما باشین. کارتم امیدم خدمت دوستان ایشالله هست بچه دمتون گرم. یه دست به افتخار دوستان. متشکرم. شنشون هنرمند. آره واقعا خیلی خوبه. یه خانواده تن اصلا معلومه که استعداده برندشون بالاست. خواهر برادر پدر بزرگ جمع امتیاز داوران به این خواهر و برادر تو بخش خوانندگی 500 امتیاز. خیلی خوب بفهمید برای انتخاب فرش. سپر میخوای تو انتخاب کنی فرشو؟ من نه، من فرش برام مهمه که بشه روش دراز کشید دیگه، بقیهش خیلی. مگه اومدی بمیشین تلویزیون ببینی؟ سپند و ولش میکنیم توی این مرحله. من اینو انتخاب میکنم. این بزرگترش هم هست. بله در چون که سالن بزرگ بود تا اونجا. بله، که یادم. بله. سپند بله. 12 خوبه؟ من رو یه مترش هم میتونم بخوابم. 12 متر تمام. خداحافظ. پاشو بریم. من میخوام یه پیشنهادی بکنم. برای اینکه همه امتیاز رو دارید و امتیاز ذخیره 500 تا هم کامل دارید، میتونید همه خریدار رو کامل انجام بدید و چیزی رو از قلم نندازید یا ذخیره بکنید برای جایزه اصلی. حالا دیگه انتخابش با شماست. نه این قسمت مهم به نظر من اینجاست، یعنی دیگه بذار همه رو خرج کنیم بره تموم شه. خب این خوبه، این خوبه. این خب تو تخت رو انتخاب کردی. اون خانم معتادی به من یه مبل با یه تلویزیون بدن هر جای جهان میتونم زندگی کنم، پس بنابراین یه میز تلویزیون هم بپیچین لطفا ما ببرید. من این ست مبل و طبیعتاً هم خب میز سفیدش رو انتخاب میکنم. بریم بعدی. اینجا الان اندازه درسته؟ چیزی دیگه ما اضافه تر که چیزی بر نداشتیم با امتیازم. من پول نمیدم. بفرمایید غرفه بعدی برای انتخاب شیرالا. من شیر واقعا برام فرق نمیکنه چون نمیتونم روش دراز بکشم. دو سه بار دراز کشیدم اذیت بودم. سفیده. این بفرم
1459 مبل ایران. آقا دمتون گرم، من دیدم 206 سکار میگم. بله بله، به 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 به، گوشی دستتون، به به. گل بود به سبزه نیز آراسته شد. این سکو ماشینار که میبینید دوستان قیمتش هم بالاست، فکر میکنه واسه کیه؟ واسه شماست، واسه شما که تو کمپین تخفیف مبل ایران در طول برنامه چیدمان شرکت کردید. حالا اینا رو که بذارید کنار، یعنی بار بندیل چیدمان رو که جمع بکنن، میرین تو قرعه کشی مبل ایران و انشالله برنده میشین. اینو بذارید کنار، خود برنامه چیدمانه یه مسابقه داره که شما اگه تو مسابقه شرکت بکنید و انشالله برنده بشید، به سه نفر، دقت بکنید هر برنامه به سه نفر کد تخفیفی 20 میلیون تومانی میدن. برید خرید بکنید، دوباره هم مبل ایران حال شو ببرید. یعنی اصلا دیگه نمیدونم چی بگم من خودم. الو گوشی دستتونه؟ آقا اون سرویس خواب و مبلا رو بفرستین دیگه. آره آره. رسیدیم به مرحله نهایی. خسته نباشید، بعد از همه چالش ها و همه چیدمان ها و همه خرید هاتون، بریم ببینیم نتیجه کارتون چی. آماده هستی؟ بله. بله. پس بریم. اینجا الان... یوسفینا چیدن آره؟ بله بله، برنامه قبلیه. معلومه این کار شیطنت های یوسفه. باید بشین موزیک گوش کنه. الان صحنه میچرخه و شما پس از اینکه بفهم. سلام 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 سلام، مبارک منزل جدید. متشکرم. بفهم، ما نگفته بودیم تلویزیون این ور باشه، مبل اینجا. چرا؟ من فکر کردم که خب چون دوربین این وره، مبل اگه اینجا باشه الان پشت به تصویره، بعد که تموم شد میگیم که میتونیم این کارو انجام بدیم. خب به نظر خوبه، به نظرم به نظرم که خوبه. سعی کنید خونه رو ریخت و پاش نکنید. چیزی رو نمیخواین تغییر بدین؟ الان دیگه لحظات پایانیه و میتونید. نه دیگه، همون اون بعدن اینوریشه به نظرم درست میشه. یعنی تلویزیون بره اونجا. بله. این اینوریشه که این وسط باز شه، یه موقع اگه کسی خواست بود دو بره اونور، حرکت موزون انجام بده بیاد اینور. جای میز خیلی خوبه به نظرم. چی؟ جای میز. آره میز خوبه. البته اینجوری هم الان دارم نگاه میکنم بد نیست. آها اینا مشکی قرار بود باشه، من پولش پرداخت نمیکنم. آره راست میگه، چراغامون هم بعدا دیگه خریدیم جنسه. او اتاقو ندیدی؟ فروخته شده، پس گرفته و تعویض نمیشود. 500 امتیاز باید به ما بدی. از اینا که الکی جر میزنن. الان تموم شد دیگه برنامه، من میتونم بخوابم؟ همش دنبال استراحتگاهی آقای سپند. داستان چیه؟ بگم داستانو؟ بفرم. 70 ساعت در خدمت شماییم، خسته شدیم، خوابمون گرفته. شما خودتون این 90 دقیقه‌ای که بینندگان می‌بینن 70 ساعت ما اینجاییم. بعدم بریم اتاق فرار ببینم بعدش خوابتون می‌گیره یا نه. خب خیلی خیلی خسته نباشید از این همه چالش و از چیدمان و خرید و خلاصه، ببینیم که بیننده های عزیز بهتون چه امتیازی میدن و در نهایت اگر صحبتی هست بفرمایید. بفرم. خیلی ممنون، خوش گذشت، جذاب بود. امیدوارم که حالا سوای ماجرای رأی و از این چیزا، امیدوارم که بینندگان عزیز لذت برده باشن، دوست داشته باشن. حالا اگر دوست داشتن رأی بدن که چه بهتر. ما که خیلی لذت بردیم، حتما بیننده های عزیز اونم خیلی لذت خواهند برد. و شما خانم کمن؟ به منم خیلی خوش گذشت، امیدوارم همینقدر که ما کنار هم لحظه های خوبی رو داشتیم، بیننده ها هم با دیدن این مسجد بیننده ها آره ما رو بیننده ها گیر میکنیم، دوستانی هم که دارن ما رو میبینن هم لحظات خوشی رو کنار ما گذرونده باشن. من که از نتیجه کارمون راضیم، امیدوارم که هم سلیقه ها به گروه ما رأی بدن و ما رو بیارن بالا. و من میتونم یه چیزی در نهایت بگم؟ بفرمایید. حتما. الان که تو خونه واسدم یه لحظه نگاه کردم، خونه امن‌ترین جای دنیاست. بله واقعا. و امیدوارم که کسایی که دست اندرکارن، مسئولن، حتما یه تلاشی بکنن، یه کاری بکنن که همه بتونن این محل امنو داشته باشن. ایشالله خونه دار شدن آرزو نباشه. و همه مردم دنیا آرزو میکنیم که اینو داشته باشن و در کنار خانوادهشون لذت ببرن و خوش بهشون بگذره. بریم اتاق داوری، جمع‌بندی نهایی از امتیازات و در خدمتون هستیم. خدا نگهدار. خدافظ. صرفا رو من میشورم. شما از همین الان تا 48 ساعت قبل از پخش قسمت جدید چیدمانه میتونید طبق سلیقه خودتون به شرکت کننده های این قسمت امتیاز بدید، فقط هم به صورت عددی از 100 تا 1000.
بعد چی میشه؟ بعدش وارد قرعه کشی 3 بن تخفیف 20 میلیونی خرید مبلمان از مبلیران میشی. پیشنهاد هیجان انگیزترش اینجاست که با حدس زدن مهمونای قسمت بعدی برنامه وارد قرعه کشی 2 واحد آپارتمان میشی. جذاب شد نه؟ البته باید یادآوری کنم که فقط تا 48 ساعت قبل از پخش قسمت جدید برنامه فرصت داریم. و مهمتر از اون این که هر چقدر تو قسمت‌های مختلف شرکت کنین و حدس درست بزنین، پایان فصل اول شانس بیشتری برای برنده شدن دارین. هیچ محدودیتی هم برای تعداد ارسال پیامک حدستون از مهمونای قسمت بعدی ندارین. پس همین الان به سامانه پیامکی 90989 پیام بدین و وارد قرعه کشی‌های جذاب چیدمانه بشین. شاید برنده شما باشیم. من فکر میکنم خیلی رنگای نودی تو فضا کار شده بود و اینکه خیلی فضا سفید شده بود، خیلی دوباره اون سرد بودن فضا حس میشد. اگه توی کف ما میتونستیم اون رنگ پارکتی که انتخاب کردیم یه مقدار به تیرگی میرفت، باز یه گرمی میآورد تو فضا و خیلی فضا رو برای ما جذاب‌تر دلگرم کرد. این سلیقه نیست خانم زیاد. این دیگه بحث سلیقه نیستش، بحث تعریف توی بحث دکوراسیون داخلیه که یک تعریفی داره که فضا اگه هر چقدر سرد بشه کسل کننده تر و خسته تر میشه. خب من امتیازی که واسه دوستان در نظر گرفتم توی این مرحله امتیاز 250 هستش که چه انتقامی گرفتی خانم. 250 بفهمید شما. خواهش میکنم. ببینید آره از نظر من هم یه ذره فضا خیلی سفید بود، اما واقعا این موضوع یک مقدار برمیگرده به سلیقه افراد. من تصورم این هستش که اینقدر زندگی های روزمره شلوغ شده که آدم ها دوست دارن تو محیط خونهشون یک مقدار تونالیته رنگ کمتری رو ببینن، شاید به خاطر اون نیاز به آرامش. بنابراین برای من به شخص قابل درکه، شاید از نظر اصول معماری غلط باشه، اما به عنوان یک کاربر به نظر من انتخاب رنگشون قابل درکه. ولی من امتیاز 400 رو بهشون میدم به خاطر اینکه واقعا با توجه به اینکه حرفه‌ای نبودن، اما چیدمان اتاق خوابشون رو دوست داشتم، طیف پرده هایی که برای اتاق خواب انتخاب کرده بودن و به طور کلی یک فضای آرامش بخش. آقای مهندس سلیمان‌زاده بچینم. ببینید به نظر من با توجه به اینکه محدودیت هایی که دوستان دارن توی این فضا توی استودیو، ولی با این حال برای ما خیلی مهمه که وقتی از درک وارد میشیم جلومون بسته نباشه. متاسفانه مبلو بخش یک سوم از مبلو درست گذاشتن جلوی در ورودی، وقتی باز میکنی انگار میخوری به اون، با یه مدت شیفت دادن اون مبل خیلی راحت روی چیدمان شما مشکل. 100% خب فکر می‌کنم به خاطر فرم استیج بود مهندس. البته من اینکه باید همه اینا رو به هیئت داوران و رو به تماشاچی باشه فکر کنم. من نگاه کردم جا داشت که یه مدار به طرف آشپزخونه میتونستن ببرن و جلوی در ورودی کاملا باز. مهندس همش دنبال چیز نقطه ضعف. امتیازتون می کنم. آها جای مهندس هنوز امتیازتون. من 200 تا بیشتر نمیتونم بدم. 250 400 و 200 283 283 امتیاز میانگین خانواده امیر سلیمانی. مبارکشون باشه. چطور بود تا الان برنامه؟ خوب بود. کدوم قسمت رو بیشتر دوست داشت توی برنامه؟ من که اصلا همیشه هرچی که به موسیقی ربط داشته باشه رو بیشتر از همه چیز. شما چطور سرکار؟ من ویار رو دوست داشتم. ویار و خوانندگی. چطور بود خوانندگیشون؟ خوانندگیش خوب بوده. بار اول نبود که واقعا پرفکت بود. جدی سپند وقتی 2 سالش بود همه ریا رو یه میگفت آواز میخوند، مثلا آره رو میگفت آیه، ولی آوازو میخوند. آهنگی بود رودخونه ها رودخونه ها، اونو میخوندم یودخونه ها یودخونه ها.
اولین باری که صداشون رو شنیدین چند سالگی بود؟ وقتی به دنیا آمد گریه میگرد. نه از لحاظ خوانندگی میگم. همون دیگه با گریه رفتم جلو. تحریر زدین. دو سالش اینا بود دیگه. بعد یه چیزی رو من داشتم دقت میکردم تو آیتم برنامه، خیلی خوب بازی کردین یارو. گیم بازی میکنین، بازی کامپیوتری. من کلن بازی دوست دارم، مسابقه و بازی، و تمرکزم خیلی خوبه توی بازی. یعنی واقعا 100% ذهنم میاد، حالا ببین الان هیجان زده شدم، 100% ذهنم میدم به بازی. کلن کارهای تفکیکی بازی رو خیلی دوست دارم و چون ذهنم رو متمرکز نگه میداره خیلی علاقه دارم که بازی کنم. میگم میتونستم چندین دست، یعنی ناراحت بودم داشتن جمع میکردن. میخوام یه بیار بگیرم. خیلی باحال بود، خیلی باحال بود. یعنی فکر میکنم ما هممون این روزا به یه چیز هیجان انگیزی احتیاج داریم. تنها هیجان مجازی که در واقع تجربه کردم این روزا این دستگاه بود. خیلی خوب توی مصاحبتون با خانم اوتادی یه سوالی بود که گفتین اگه قرار باشه برم مریخ، خود 7 سالتون، 20 سالتون و خود 30 سالتون 45 سالگی چه مشکلی داره؟ حسین پناهی میگه این روزها و احتمالاً تا همیشه مرثیه خان آن روزها باقی خواهم بود. و این به نظرم زندگی ماست. جهانی که داره از ما دورتر میشه، یا من دارم دورتر میشم ازش. ببین من واقعاً تلفن هنوز بلد نیستم. تلفن خونه من مدت هاست قطعه، اصلا نمیدونم کجاست دستگاهش، نمیدونم کجاست. تلفن موبایل هم مثلا فکر کنم 15000 تومان در ماه میاد که 10000 تومانش هم موبایل چیز اینترنته. تلفن بیشتر از 1-2 دقیقه بلد نیستم حرف بزنم، خیلی اهل فضای مجازی نیستم. برای من هنوز خیابونا شبیه خیابونایی که توش گل کوچیک بازی میکردم. باز تو همون نوشته حسین پناهی میگه و بعضن ضمن تشکر و سپاس از همه هم نوعان زحمتکشم که برایم تاریخ ها و تمدن ها ساختن، گلایه کنم که مثلا چرا باید کفش های من را به قیمت از دست دادن پاهای من بخریم. امروز زندگی اونه و این مال من نیست. به همون خاطر اون آدم ها رو میبرم، اون سپنده رو میبرم که اون روزا رو باهاشون حتی با تجربه 45 ساله. ببینید موقعی که بشه خام بودم پخته شدم سوختم دیگه، حالا سوختن که به درد آدم نمیخوره، با تجربه ولی سوختیم. شما اگه برگردیم به عقب چه سنی رو ترجیح میدین تو اون دوره زندگیم یا چه سالی رو؟ 20 سالگیم سال پر اتفاقی بوده برام. یعنی مثلا گواهی نامه گرفتم، سریال پدر سالا رو بازی کردم، بر خودم ماشین خریدم. 20 سالگی شما چی شد نفهمیدم؟ دوستان به چه سنی برگردیم یا چه تاریخ؟ مثلا دهه 70-80. آره ولی اون دماغ قبلیه رو نداشته باشم دیگه. دماغ داشتم خیلی دماغ عمل زیب. ماشاءالله اینقدر خوبه که مثلا متوجه نشدم عمل زیب. آره ولی قبل از هر چی بعد اون بعد اون مهربونن درسته؟ بله. کی من؟ آره اشکتونم اومد من خودم. ببین اون که اصلا این ژنتیکه. آره امضای خانواده ماست. من میگم خانواده ما پخ کنی گریه میکنن. بابام که به پخ هم احتیاج نداره. استاد اصلیمون بابا. آره اون به پخ هم احتیاج نداره. اون گریه ها رو میکنه. نظرتون در رابطه با طایفه؟ بسیار پر انرژی و خوشفکر هستن. حالا بخش خوشفکریشون رو که ما همینجوری از روز اول دیدیم، ولی ماشاءالله این همه کار میکنیم. فکر میکنم انرژیشون از شروع کار تا پایان کار همونجوری یه دست میمونه و خیلی مدیریت خوب و اشراف خوبی به صحنه دارن. یعنی همزمان به همه نکته های ریزی که پشت دوربینم هست توجه دارن و این مسئولیتشون باعث میشه که من به عنوان مثلا مهمان این برنامه سعی کنم شیشتونگ حواسم رو بدم که بتونم بهترین کار رو ارائه بدم. اینجا نبود که چرا یهو اومد؟ اگه می‌خوایم غیبت کنیم چی می‌شد؟ نرو بیا بیا نه نمی‌خوام غیبت کنم. بیا بیا. آها اینو بزن من بردارم. حالا دیگه بر. و خب دیگه چه خبر؟ حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به انرژی داره. دمش گرم واقعا. من دیگه نمی‌خوام حرف کمندو تکرار بکنم. اونم که به خاطر اینکه آدم با جنبه یه باش شوخی کردم. نه دمش گرم آدم انرژی زیاده. خب مرسی که وقتتون رو دادین تو خستگی. اینم در اومد دیگه، من این دیگه ورش داشتم دارم این بندازم این پشت کنم. سید جواد پیش پای شما اینجا فرار رو من از رنجش گرفتیم نمیارم. این اتاق فرار رو من میمانم و شما
خوبه. مرسی که زبان گذاشتیم، مرسی که اومدیم، مرسی که بودیم. خدا حافظ. قربون شما. خدا نگهدار. امروز خانواده امیر سلیمانی مهمان برنامه ما بودن و با حضور گرمشون زیبایی برنامه ما رو دوچندان کردن. چالش ها رو خیلی خوب انجام دادن، خیلی با هم هماهنگ عمل کردن و البته چیدمان بی‌نظیر رو هم انجام دادن. امیدوارم شما مثل من خیلی لذت برده باشین. و در مسابقه ای که مخصوص شما بیننده های عزیزه و جایزش 2 دستگاه آپارتمان شرکت بکنید، به این صورت که حدس بزنید مهمان های قسمت بعدی برنامه ما کدوم عزیزان هستن. روز و روزگار بر شما خوش و زندگیتون پر از چیدمان زیبایی ها. میزنم ای به در و دیوار خونه که یه وقت عشقمون و آدم ها چه